پیغمبر میگه خوش به حال او زنه که دختر اولش، فرزند اولش دختر باشه، خوشبخت است او زن، کسی که دو دختر درست تربیه بکنه، تربیت اسلامی، خوش رفتار، خوش اخلاق باشه با اونها، رحم و شفقت داشته باشه. روز قیامت این طفلکان وسیله میشوند بین پدر و مادرشان، پرده حجاب میشوند، نمیگذارن والدینشون به جهنم بره، شفاعت میکنن. کسی گفت یا رسول الله اگر سه دختر داشته باشی، گفت عین قضیه، از هر دروازه‌ای که بخوای در روز بهشت وارد بهشت میشی. در حدیث دیگر میگه کسی که دو دختر داره یا دو تا خواهر داره، در تربیت اینها کوشش میکنه، برای اونها رحم و شفقت و ترحم میکنه، اخلاق داره با اونها، برخورد خوب داره، تربیت سالم میکنه اینها، روز قیامت از هر دری که بخواهد وارد بهشت میشه. الله اکبر. اتقوا الله وعدلوا بین اولادکم، از الله بترسید، بین فرزندانتان عدالت بکنید. نوعی دیگری عدالت، عدالت در شیرخوارگی. اسلام میگه باید شما فاصله بین ولادت ها رعایت بکنید. خیلی نکته مهمی است برای همه مادران عزیز، برای پدران عزیز، جوانانی که نو ازدواج کردید. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. برای پدران و مادران است، قرآن میگه که باید اولادهایشون را شیر بدن. او پدران و مادرانی که میخوان شیری کامل بدن برای فرزندان خود، دو سال کامل. این آیت خیلی معنی داره، خیلی یک دایره وسیع داره، چندین مسئله در این حکم نهفته است. چرا اسلام میگه دو سال کامل؟ یک، به خاطری که حق او طفلی که به دنیا آمده ضایع نشه. چون اگر کمتر از دو سال او شیر بخوره، در حقیقت یا در وجود او طفل کدام ضعفی ایجاد میشه، مشکلاتی برای روحی و روانی و جسمی برش ایجاد بشه، شاید ضرری برسه برش، و در ضمن حقی ایزی ضایع شده. عدالت ایره ایجاب میکنه که دو سال کامل بین اینها فاصله باشه. و امروز شما میبینید 1400 سال قبل اسلام این قانون رو وضع کرده، و امروز اطباء و متخصصین میگن فاصله بین ولادت ها حتی اقل باید دو سال یا سه سال باشه. اسلام 1400 سال قبل گفته فاصله بین ولادت ها باید دو سال باشه یا سه سال. سه سال میشه. شما تصور بکنید گفته کسی که میخواد فرزندش کامل شیر بخوره، درست شیر بخوره، باید دو سال کامل او را شیر بده. وقتی یک مادر تا دو سال کامل فرزندش شیر بده و سر دو سالگی اگر حمل بگیره، تا زمان تولد 9 ماه طول میکشه تا وقتی که طفلش تولد بشه. یعنی تا زمانی که او تولد بشه فاصله تقریبا 3 سال میشه بین فرزندان. ایره اسلام 1400 سال قبل گفته. یکی خود وقتی شما این شیر کامل بدید، حق طفل ادا میشه، عدالت میشه و حق و ظلم نمیشه. اگر از دو سال پیشتر طفلی به دنیا میایه، این فاصله شما رعایت نمی کنید، حق او طفل اولی ضایع شده، در حق و ظلم میشه. و هنوز وقتش بود که باید شیر بخوره، شیر مادری که هم قوت است، هم انرژی است، هم آب است، هم طعام است، مفیدترین غذا برای فرزندان شیر مادر است. و اگر کمتر از دو سال مادری دوباره حامله میشه و باز طفل به دنیا میاد، حق و طفل اولی ضایع شده. اسلام میگه باید ای عدالت رو باید شما مد نظر داشته باشید. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیزم، اسلام دین عدالت است، نه دین مساوات و برابری. بازم تکرار میکنم، اسلام دین مساوات نیست، دین عدالت است. عدالت و مساوات فرق داره. اگر دین مساوات می بود، مثل که مرد به میدان جهاد به در برابر دشمن می جنگید، زن را می گفت باید بره به جنگ. مرد به پشتش هیزم کش میکرد، زن را می گفت باید هیزم کش کن. مرد کارهای شاقه انجام میداد، زن را میگفت باید کارهای شاقه انجام بده. به اول حاض چیزی که به فطرت انسان، به جسم انسان، حالت انسان سازگار باشه، او را اسلام برای انسان تجویز کرده. به اول حاض در اسلام عدالت است، طبق حالات انسان، طبق برداشت خود انسان. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیزم،
بید از الله تبارک و تعالی بترسیم اگر تا امروز ظلمی در حق فرزندان کردیم، عدالت نکردیم، بی عدالتی کردیم، سر از امروز به حق اینها باید عدالت صورت بگیره. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فرمان صادر کرده بود که فرزندانی که از شیر مادر جدا میشن برای اینها باید یک معاش انتخاب بشه، از بیت المال مسلمین یک بودجه انتخاب بشه به خاطر تغذیه و رشد این طفلکا. انسان گاه وقتی بعضی مسائل رو میبینه تعجب میکنه، چیزی که بعد از 1400 سال امروز شما در کشور غیر اسلامی میبینید. برای اطفال حسابات بانکیست، برای اطفال حقوقی تعیین میشه. ایره دین من، اسلام من 1400 سال قبل قانون پیاده کرد. زمانی که خلافت مسلمین میگیره، مسئول قرار میگیره در رأسش، این فرمان را حضرت عمر صادر بود. ولی بعضی افراد وقتی ازی فرمان سوء استفاده میکردن، وقتی دیدن که برای او طفلکایی که از شیر مادر جدا میشه و برای اونها معاش تعیین میشه، اینا میگرفتن طفلای خود پیش از وقتی، یعنی قبل از دو سال از شیر جدا میکردن، به خاطر اینکه میگفتن از بیت المال برای اینها معاش انتخاب بشه، تعیین بشه. اونجا بود که روزی شب از شبها حضرت عمر رضی الله تعالی از کوچه هایی میگذشت، صدای آوازی گریهی به گوش حضرت عمر رسید، طفلکی که زیاد گریان میکرد. وقتی رفت و از پشت کارش برگشت، از مسیر رد میشد که بازم این طفل گریان میکنه. دروازه خانه اینها را کوبید، پرسان کرد که چرا این طفل گریان میکنه، علت گریه ای چیست. اونها نمیدانستند که حضرت عمر است. از داخل خانه مادرش صدا سر داد که خداوند از امیرالمومنین عمر پرسان بکنه، این ظلم عمر کرده، او قانونی طرح کرده که برای طفلا اطفالی که از مادر جدا میشه، از شیر مادر جدا میشن، دیگه شیر نمیده مادر به اونها، وقتی شیر خارگی اونها تکمیل میشه برای اونها معاش تعیین کرده. و ما هم این طفلک ما پیش از وقت از شیر مادر جدا کردیم که باش امیرالمومنین برش معاش تعیین کنه، و این طفل به خاطر گریان میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی آمدن در نماز صبح، عبدالرحمن بن عوف که در مسجد چنان گریه کرد که اصلا نمیفهمیدیم چی خوند در نماز. بعد از نماز فرمود ای عمر، جواب این اطفال چی میدی در روز قیامت که به خاطر فرمان تو این ظلم صورت گرفته؟ و بعد در فرمانش تجدید کرد، دوباره فرمان صادر کرد که برای هر طفلی که از مادر متولد میشه برش یک معاش است، یک امتیاز است از طرف اداره حکومت. شما تصور بکنید، ما هم امروز حکومت داریم، قانون داریم، 1400 سال قبل چنین قانونی طرح میشه، چنین سیستم حکومت داری بنا میشه. در حکومت اسلامی، به نظام اسلامی، حتی در حق اطفال ظلم صورت نمیگیره. بنابراین عزیزان من، بیایید که بین فرزندانمان عادل باشیم، خیانت نکنیم در حق فرزندانمان، عدالت در تقسیم میراث اموال، عدالت در هدیه دادن، تحفه دادن برای فرزندانمان، عدالت در مهرورزی و ناز و نوازش فرزندانمان، حتی بوسه زدن، عدالت در مورد شیر دادن، مدت شیرخارگی به زمان شیرخارگی و فاصله بین ولادت ها باید رعایت بشه، چیزی که اسلام میگه حداقل فاصله 2 سال است و الا 3 سال فاصله هست بین فرزندان. امروز که الحمدلله اسباب و وسائل جلوگیری و به اصطلاح اسباب و وسائل فاصله انداختن بین اطفال خیلی زیاد، راحت مردم خیلی سهولت میتونن کار انجام بدن. بنابراین این بود عدالت در بین فرزندان،